بحران زهرخوران اتمی و جنگ گرگ‌ها. پاسدار شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان. همراهان جناب روحانی به شطر مجنون شبیهند. نصب بیلبوردها علیه آمریکا گویی اهانت به مقدس‌ترین باورها و اعتقادات آنان بود. ارگان ولی فقیه ارتجا: مگر وسط برف زردالو پیدا کرده اید؟ و مگر آمریکا با روی کار آمدن دولت موسوم به اعتدال به یار گرمابه و گلستان تبدیل شده است؟ دست جماعتی که به نشانه تسلیم بالا رفته پایین کشیده خواهد شد. پاسدار شریعت مداری نماینده ولی فقیه ارتجاع از شدت بحران زهرخوران اتمی پرده برداشت و باند رفسنجانی و رئیس جمهور رژیم را تهدید کرد که دست بالا رفته تسلیم را پایین خواهیم کشید. وی در سرمقاله کیهان یک شنبه 5 آبان زیر عنوان دست ها پایین نوشت: شاید آنچه در این وجیزه آمده است خوشایند جناب روحانی نباشد، ولی همه شواهد محسوس و ملموس به وضوح حکایت از آن دارند که شماری از همراهان کنونی ایشان به شطر مجنون شبیهند. موضوع عصبانیت و برافروختگی این جریان از نصب بیلبوردهایی است که صداقت آمریکا را به سؤال و چالش کشیده بود. گویی نصب کنندگان بیلبوردها به عزیزترین، گرامیترین و مقدسترین باورها و اعتقادات آنان اهانت کردند، به گونه ای که با شتاب زدگی آمیخته به استراب برای برچیدن بیلبوردها از خیابانهای تهران دست به فشار هماهنگ و همه جانبه ای زدند و متاسفانه شهردار تهران در اقدامی که از ایشان به عنوان یکی از سرداران سپاه بعید و دور از انتظار بود، دستور جمع‌آوری و برچیدن بیلبوردهای مورد اشاره را صادر کرد. چرا؟ انتقاد به شهردار تهران، تسلیم غیرقابل توجیه ایشان در مقابل فشارهاست. در این عرصه چرا تسلیم شد؟ اگر تسلیم نمی شد، چه می شد؟ نماینده خامنه‌ای در کیهان اضافه می کند: آنها دست به کار شده و بهانه تراشیدند که اشاره به بی صداقتی آمریکا در آستانه مذاکرات ژنو می تواند به روند مذاکرات آسیب جدی برساند، که باید پرسید مگر به قول بر و بچه های تهران وسط برف زردالو پیدا کرده اید؟ و مگر آمریکا با روی کار آمدن دولت موسوم به اعتدال دست از کینه توزی و دشمنی کشیده و برای مردم ایران به یار گرمابه و گلستان تبدیل شده است؟ معلوم نیست مسئولان در مقابل کدام چراغ سبز آمریکا دستور جمع‌آوری بیلبوردهایی را دادند که فقط نسبت به بی صداقتی حریف هشدار می‌داد. توجیه عجیب و غریب ارائه شده برای جمع‌آوری بیلبوردها در حالی است که مسئولان و مقامات آمریکایی برخی از نرمش‌های دولت کنونی را به حساب ضعف و نیاز جمهوری اسلامی نوشته و ماهیت کینه توزانه خود را بیشتر از پیش نشان دادند. اکنون باید پرسید در مقابل کدام نرمش و یا تغییر موضع آمریکا دست‌ها را به نشانه تسلیم بالا برده اید؟ ملت صد البته دست جماعتی که دیروز به نشانه تسلیم بالا رفته بود را پایین خواهند کشید. آنها شطر مجنونند و رئیس جمهور نباید از آنان انتظار حرکت به کوی لیلی را داشته باشد.